بمباران شهر حلب توسط تانک‌های ارتش بشار اسد صبح روز جمعه. ساعتی بعد هلیکوپترهای نظامی به پرجمعیت ترین شهر و قلب اقتصادی سوریه حمله کردند. مخالفان دولت اسد میگویند مناطق غربی و جنوب غربی حلب از جمله الفردوس و صلاح الدین را تحت کنترل خود دارند. آنها مدعیان نبرد حلب نتیجه جنگ داخلی در این کشور را مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر و بنا به گفته یک مأمور امنیتی ارتش بشار اسد، در پی محاصره و بمباران شهر کماندوهای ویژه ارتش برای حمله دیگر به مرکز تدافعی مخالفان آماده می شوند. این در حالی است که در دمشق پایتخت سوریه نیروهای دولتی کنترل آخرین منطقه‌ای که در اختیار مخالفان مسلح بوده را به دست گرفتند. ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی از اوجگیری جدی درگیری‌ها خطر کشتار در حلب را بسیار بالا دانسته. آخرین گزارش‌ها از خروج تعداد زیادی از شهروندان و غیر نظامیان این شهر 2.5 میلیون نفری حکایت دارد.